تراسو الان موشه مراشای الهد یعقوب قوانین حسبا لعم دادن و بسیاری چهار پیاله به ترتیب مراسمی که در شب صدر داریم با قدش با قیدوش گفتن شروع میشه و همین خاطر میزش آماده باشه هنوز که روزه، به خاطر که موقعی که میاد بخونه از خوندن عربی فورا قیدوش بگه بعد از صدک و خوابیم تاریک شدن کامل اوا. و چه آقایون و چه خانم ها موظف هستن به چهار پیاله و میسواز که یعنی هم در مقابل بچه ها قرار بدن، بچه ها که به سن برمیسا بچه هم رسیدن اما به سن ایروخ رسیدن، برای که تربیت کنن اونها رو در میسوای چهار پیاله و همینطور میسواز که تقسیم کنن بین بچه های کوچیک آجیل تنقلات اینها در شای پیسه قبل از انجام مراسم صدر و همینطور شیرینی‌جات به خاطر که به خواب نرن بیدار باشن و ببینن تغییرات امشب رو شب صدر رو و سوال بکنن. ترجیح این است که شروع بکنه مراسم صدر شب پسر رو دقیقا بعد از که صدک و خوابیم شده، یعنی پایان زمان مینها که اومه. حالا جایی مثل ما تا عربید خون بیاییم زمان کامل شده، اما مزنطه مثل توی اروپای شمالی که غروب خیلی با تأخیر هست با هر ترجیحاً صبر کنن تا صدک و خوابی به خاطر که اجرا کنیم بیستای چهار پیاله رو زمانی که دیگه مسلمان شمع شده. اما اگر به دیعوت کسی که اضافه میکنه از حول و قدش پیش تحصیل کرد و قیدوش گفت قبل از صدک و خوابیم، از زمانی که آفتاب غروب کرده دیگه تو افق دیده نمیشه اما هنوز هوا روشن هست، از دیدگاه خارج شده، معذالک بعد از اون که حالا بعد خوردن کرفس هست خوبه که سخت بگیره حتی به دیعوت، در این که بعد از صدک و خوابیم یکم هوا تاریک شده باشه و به اون شکل مراسم انجام بده. و صد البته در میسوای خوردن مسا و هگادا که بعد از تاریکی کامل هوا باشه و به دیعوت اگر زودتر خورده برگرد و بدون براخا تکرار بکنه. و جنبه عالی ترین است که قیدوش اینها رو بعد از زمان ربنوتان بگه که ما تو مناطقی مثل ما تا عربید بخونه و برسیم خونه و شروع بکنن دیگه ربنوتان هم شده. خوبه که تشویق بکنه بچه ها رو که در آدینه پیست یه روز بخوابن به خاطر این که بتونن سرحال و قبراق برای کل مراسم صدر بیدار باقی بمونن و به این وسیله میسوهای و ایگت طالبین خواه اطلاع بده به فرزندت رو به خوبی اجرا بکنه. و بچه که میفهمه بعد که داستان یه سر میسایم رو براش تعریف میکنن از 3-4 سالگی به بالا میسواز که قرار بدن جلوه و یعین برای چهار پیاله، حالا یه مختصری که مسلمه که لازم نیست که رویعیت مثل آدم های بزرگ 81 سیسی بنوشه و ترجم برای شو از قبر یا آبنگور آماده بکنه یا اینکه کشمش میخیسونه که بتونن تعامل بکنن و با اشتیاق ادامه بدن تو که گفتیم آجیل و تنقلات هم بهشون بده که با شور و حال برای مراسم صدر ادامه بدن. سعی بکنه که میزه مراسم صدرش رو با ظروف زیبا در حد توانش بچینه و آراسته بکنه و چای پیسه آدم باید روال آزادگی و ریاست افتار بکنه و آماده بکنه محل نشستنش رو که بتونه با حالت استباع لم دادن بر بازوی چپ بچینه. حالا اگه صندلی هاییست که دسته داره رونا تکیه میده یا رو میزه، یا اگه حالتیست که فرش زمین میشینن بالشی پشتی چیزی که راحت بتونه به اون تکیه بده. و نیازی نیست که جای خالی سر سفره میز بذارن به خاطر یاد خرابه بتم داشت که اینگونه در یوم تو انجام نمیدیم. خانوما هم موظف هستن به حسبا بلندان برابطه چاپ که معمولی است که آقایون سخت بگیرن که آقا اینجوری نشین یا اینجوری ننوش. و چون امروزه رسم ما نیست، ما به صورت معمول
با حالت قدیم روی تخت در واقع اون شکلی لم میدادن و قضا میخوردن. امروز معمول ما نیست و همین خاطر موقع فراموش بشه قبل از نوشیدن چهار پیاله یعنی و همینطور خوردن مسها یاداوری بکنه که لم دادن بازوی چپ فراموش نشه. این حالت حس با تا این موادی که گفتیم در مورد نوشیدن چهار پیاله یعنی و همینطور خوردن مسا که خوردن مسا رو تو سه مرحله داریم، بعد از که براخره اموسو علخلال مسا گفتیم توی کره که مسا رو با کاهو سبزتر میبیشنم تو علق میزنیم میخوریم و همینطور خوردن افیقومه، یعنی مواردی که یعنی نوشیده میشه یا مسا خورده میشه تو مواردی که تو مراسم صدر هست حتما باید به صورت تکیه بر بازوی چپ باشه. سایر قسمت های سعودا رو خاص لم بده انجام بده عرضه مشروبا عالیه، اما موقع خوندن حقادا یا خوندن حله اگه میخواد با حالت لم داده بخونه مجازه، اگه میخواد همینجور معمولی بشینه اختیار دست خودشه. فقط در موقع بیرکت همازون باید کاملا صاف بشینه بدون لم دادن و به اون شکل نوارخش رو بیرکت رو بخونه. رسم معمول این هست که مثل شب شعبات برای قیدوش ابتدای کار همه میستن، بزرگ خانواده قیدوش میگه و همه گوش میکنن و براخای اون کمانا میبندن و نهایتا با آمین که جاده حالا میشینن لم میدن و یعنی رو میخورن. فرزند نزد پدرش حتی اگر پدر راب موهاقشه، یعنی اکثر آموختهاش از بابا یاد گرفته، لازم که با این حال لم بده که طریقه پدره که میلا میکنه کابوی خودشو برای فرزندش. اگر استثنا پدریست که سختگیری میکنه اونجا دیگه پسر موظف به لم دادن نیست. اما شاگرد در حضور رابش با وجود که راب مواقش هم نیست نیاز به لم دادن نداره، مگر اینکه خود رابش بهش اجازه میده که چنین کار انجام بده. ترمیدا خام بزرگی که با وجود که اصلا به عنوان معلم استاد ما نبوده چیزی ازش یاد نگرفتیم و اگر صد البته اگر اون به عنوان بزرگ دوره محسوب میشه که قانونش مثل را بشه در همه موارد آسوره که جلو اون لم بده مگر که خودشون اجازه بده. اگر خدمتکاری تو خونه هست اون لازمه که لم بده و همینطور دور از جماعت اگر فردی آویل هست که از نزدیکانش از دست داده با این حال ضرورت داره که موقع مراسم صدر تو نوشیدن یعنی و خوردن مسا با حالت تکیه بر بازوی چپ باشه. کسی که دور از جماعت یکی از نزدیکان شهید پسر فوت کرده که به صورت معمول خب خاک سپاری مکول میشه امروزه که سردخونه اینا هست به بعد از یوم تو موظف به همه مراسم صدر هست اما هیچ براخایی رو خودش نگه، به دیگران که براخا میگن کبانا ببنده و مراسم انجام بده. و اگر در جاییست که حالا قرار است که همون شب به وسیله افراد غیر یهودی اون رو خاک سپاری بکنن چنین حالتی چون فکرش تحشیش داره به دنبال کار مته پاتور از همون میسوه ها، ولی گفتیم معمول که این چنین نیست و همه میسوه ها اون شب خریبه فقط خودش مستنوما براخا نگه. لم دادن لازمه که حتما با تکیه بر بازوی چپ باشه و اگر به سمت راست تکیه داد مثل این که اصلا با موارد تکیه هفته هم نکرده. حالا خود افراد معمولی باید دقت بکنن به خصوص اونایی که حالا دیگه چپ دست هم هستن چون با دست چپ کار میکنن رعایت این شیوه شاید امدار نیاز به دقت بیشتری داشته باشه. نظر ماران شون آروخ هست که تکیه دادن حتی امروزه هم که طریق معمول نیست معکب هست معانه میشه، بنابراین اگر مساها رو بدون تکیه بر بازوی چپ خور لازمه که برگرد و دوباره اون مساها رو بخور و همینطور اگر نوشی چهار پیاله رو بدون تکیه لازمه که برگرد و دوباره با تکیه بر بازوی چپ بنوشه حتی در پیاله سوم یا چهارم. خانومی که حالا بر دلیلی تکیه به بازوی چپ نداد یا مردی که بیمار هست و براش خیلی سخته که حتی مثلا خوردن نوشیدن معمولیش و
حالا نتونسته یا فراموش کرده تکیه به بازوی چپ بده و مسار خورده یا یعنی نوشیده و دیگه الان که بگیم دوباره برگرد و تکرار بکنه برای سخته. تو چنین مواردی برای بیمار یا خانوما میشه سبک گره. گفتیم همطور کسی که چپ دست هم هست لازمه که تکیهش بر بازوی چپ باشه مثل سایر افراد. بعضی از بزرگان نظرین دارن که اگه کسی که چپ دست اشتباه کرد حالا به بازوی چپ تکیه داد به دیول لازم نیست که برگرده و دوباره مساش رو بخوره یا یعنی بنوشه. دوال دیگه حالا بیشتر هم توضیح میده. حالا اگر فراموش کرد که تکیه بده تو پیاله اول همون قیدوش و یادش اومد بعد از که نوشیده برمیگرده دوباره لیوان یعنی رو پر میکنه بدون براخا با تکیه بر بازوی چپ مینوشه چرا که همون براخای قیدوش که گفتیم تا آخر لیوان دوم رو پاتور کرد. و اگه یادش نیومد تا اینکه خاتمه داده براخای گیالانو رو هم رسه سر پیاله دوم بنوشه یک پیاله رو با لم دادن به جای پیاله اول قیدوش و یک کم مکس بکنه و بعد پیاله دوم بنوشه که حالا به نیت پیاله دوم. ترجیح این است که یعنی که انتخاب میکنم برای قیدوش یعنی قرمز رنگ باشه که عشان که رسم سفارادی هست که قیدوش میگن بر یعنی قرمز حتی اگه یعنی سفیدی بیرنگی بهتر از اون هم باشه. نظره که اگه حالتیست که خیلی بیرنگ نیست میشه رو همون هم اتکا بکنه یکم یعنی قرمز با هم قاطی میکنه که اون رنگش هم مناسب تر بشه. یعنی پاستوریزه که اینجا نیست خارج میشه از ید خوبا با یعنی که از کشمش تهیه شده که کشمش تو آب خیسوندن به شرطی که کشمش که انتخاب میکنه خودش کشمش های کاملا خوش شده نباشه بلکه یک رطوبتی داشته باشه از که کشمه بین انگاش بشه میدی یه حالت مایع لزجی بینش باشه. حالا بسته به نوع کشمشش یا مویزی که انتخاب میکنه اگه گوشتار هست حالا قبلش که کشمش و مویزش رو تمیز میشوره که کاملا دیگه خاک و چیزی کاملا تمیز باشه بعد ابتدای کار حداقل مثلا یکی رو کشمش هست صورت معمول حداقل یه لیتر یک کیلو یا یک کیلو نیم آب میریزه روی اونها. اگر کاملا آب جذب اون کشمشه شده میتونه بعدا دوباره به تدریج خورد خورد بهش اضافه بکنه 72 ساعت تو اون بمونه که کاملا اون اصاره کشمشه آب خودش جذب کرده و حالا آب کاملا شیری شده. بعد کشمشه ها رو میچلونه قبل از موعد آبش رو صافی رد میکنه و این جایگزین یعین است برای خانوما یا بچه هایی که نمیتونن یعنی بنوشن که به راحتی بتونن میسای چهار پیاله رو رعایت بکنن. اگر باقی مونده کشمشا در آب و میچلونه اونها رو خوب به صورتی که خارج میکنه تمام اون اصاره اونها رو حتی اگه به این شکل قبل از 72 ساعت هم بود و کاملا مزه گرفته فلان میشه اتکا که اما ترجیح این است که 72 ساعت باقی بمونه که این کاملا مزه بده و حالت یعین حساب بشه. اگه فرصت نداره حالا دیر به فکرش افتاده میتونه حالا کشمشا رو با آب بجوشونه که سریعتر آب گرم نفوذ میکنه به کشمشه اون مزهش رو جذب میکنه و بعد حالا کشمشا رو میچلونه و از صافی رد میکنه و از اون هم میتونه به عنوان جایگزین یعین برای مراسم سدر استفاده بکنه. الا میگم خدمتتون الا قعد خطه الا حالتی که گفتیم 72 ساعت یعنی کشمشو بخیسونه و بعد به چلون آبشو بگیره خیلی ارزشمندتر و با ارزشتر از حالتی است که کشمشا رو بجوشونه. تو ترتیب اعلال اهمیت پس یعنی که حالا قرمز رنگ ارجحتره بعد یعنی که سفیده بعد کشمشی که حالا میخیسونه 72 ساعت و بعد کشمشی که جوشونده و به شک اصارتشو گرفته. این هم که مال ما نیست. حتی فردی که یعنی اذیتش میکنه یا چندان از نوشیدن یعنی براش خوشایند نیست
دوست نداره تی سال هم یعنی نمیشه، باید خوشو تحت فشار قرار بده و چهار پیاله رو طبق معمول که در مراسم صدر هست و براخه انجام بده. و هر پیاله که میگیم حداقل 81 سی سی هست، یعنی حداقل به اندازه استکانه کوچیک که در جایی نست که اونو یک باره بنوشه. اگه گفتیم نمیتونه یعنی بخوره، میتونه از این مراسم تحتیق گفتیم یا انگور بگیره و آب اونو بگیره یا کشمش رو بخیسونه 72 ساعت و به این شکل آماده بکنه. کسی که حالا زمینه بیماری داره و اگر یعنی بخوره باعث بیماری داخلی میشه و به بستر میفته و کارش به بیمارستان و بستری اینا کشیده میشه، اونجا دیگه ضرورت نداره که بر خودش سختگیری بکنه، که گفتیم یا آب انگور یا نه استفاده کنه. حتی اگه حساسیت داره آب انگور بخوره، آب کشمش بخوره، واقعا بیمار میشه، چنین حالتی دیگه معاف میشه که الان پیاله اول رو بنوشه. ترجیح این است که یعنی خالص باشه، چیز قاطی اون نکرده باشه. در مورد نبات صورت کلیش قبلا اشاره کردیم، معمولا اون نبات هایی که به صورت نبات کاسه‌ای قدیما بیشتر تهیه میکردن، اونا رو تای ظرفش آرد میپاشن که اون شیره که آماده کردن تو کاسه میریزن به نچسبه. اونا برای موعد اصلا مناسب نیست و قابل استفاده نیست، ترجیح این است که بفروشه اونا رو. اما این نبات هایی که امروز حالا از این چوبه یا نبات های شاخه‌ای هست که با نخه که اینا رو توی دیگه حالا میزنن میکشن، با آردی چیز معمولا تماس نداره، آسون نیست. حالا برای اگر از قبل از ترجیحاً کلن برای یعین حتی برای که برای قیدوش به کار میره، حتی برای شب شبات معمولی اینا هم ترجیحاً این هست که یعین یعین خالص باشه. اگر هم میخواد شیرینش بکنه از قبل از خود انگور یعنی کشمش بریزه داخل اون یعینش که به وسیله جذب همون که از جنس خودم و انگوره شیرین تر بشه. با این حال اگر کارو نکرده، مثلا نباتی ریخته، چیزی کرده از قبل از موعد، بعدم که صاف شده کامل رفته، چنین حالتی چون اگر چیزی هم بوده بی طول بشیشیم شده برای شای موعد قابل استفاده هست. این مراسم که حالا میگیم چهار پیاله برای همه افراد هست، حتی فردی که آنی هست باید مواظب به این میساز و میخواد اونایی که مسئول صداقه هستن دقت بکنن که گذشته از سایر مواد خوراکی که تدارک می‌بینن برای افراد نیازمند، یعنی هم در اختیارشون قرار بدن که بتونن میسوهای چهار پیاله رو به درستی انجام بدن. اگر فردی است که مثلا تو زندان مسافرت جای گیر کرده که حالا یعنی در اختیار نداره، قیدوش اول رو روی خس خادیگاه نول قیدوش، اگه فقط یه پیاله داره به اندازه اون هست که برای قیدوش بگیره که نیست، اگرم به عنوان نیست که بسیار اصلا یعنی در اختیار نداره، آب انگوری کشمش گیر نیورده، شرایط به این شکل نبوده، اونا دیگه بعد روی خود مصا مثل شب شعبات که بعد که آدم یعنی نداره نون قیدوش میگه و این دفعه برای خاموسی هم گفته، به اون شکل باید رفتار بکنه. تو چهار پیاله معمول رسم این است که بعد از که هر پیاله رو نوشیدن لیوانا رو میشورن دوباره. اما اگه پیاله هر فردی جلو رو خودش هست و خودش استفاده میکنه، شستن هر دفعه اونها واجب نیست، میشه دوباره باز که یعنی رو خورده دوباره یعنی بریزن برای پیاله دوم و همینطور سوم و چهارم استفاده بکنن. ترجیح این است که فرد دیگری برای انسان یعنی بریزه که یعنی او آدم آزاده است، بزرگی است، دیگری در خدمت او هست، ولی این نیست که اگر خودش دیگه اشتباه باشه، ترجیح اون حالت. حتی خانمی که نیدا هست میتونه یعنی رو برای شوهرش تو داخل لیوان بزنه. خب مثل سوال موارد دیگه که خانمی که نیدا هست نمیتونه شوهر وسیله به دست او بده یا از دست او بگیره، لیوان یعنی رو جلو روی شوهر میذاره و خودش برمیداره استفاده میکنه. بر اساس صد قباله این است که تو یعنی سه قطره آب اضافه میکنن روش که تو باشه حالت هایی که آب انگور گرفته یا آب کشمش هست که در واقع انقدر یعنی قوی نیست، واجب نیست که آب اضافه کنه، اما این که حالا سه تا قطره آب ریختن از جنبه سود ارجه. اندازه پیاله هم که گفتیم حداقل باید 81 سی سی بنوشه، حتی اگه لیوان بزرگ هم هست همین که حداقل 81 سی سی رو نوشیده از یاد خوبا خارج شده. ترجیح این است که 81 سی سی رو یک باره بنوشه، بینش فاصله زیاد نندازه. با این حال اگر مکس کرد، مکس کوتاه کرده که
سریع درها در مجموع نوشیده شده قابل قبول هست. اگر لیوان خیلی بزرگی در نظر گرفته، همین که گوتیویه روی یا اکثریت اون لیوانو بنوشه انجام وظیفه کرده. کسی که فقط یه لیوان یعنی بزرگ در اختیار داره و لیوانه کوچکتری در اختیارش نیست، میتونه اونو حساب 4 تا رویت در نظر بگیره. براخا گفت حداقل حالا یا رو روی یا یه رویت نوشیده، بعدا یه ذره یعنی اضافه میکنه و همینطور با همون یه لیوانه میساشو انجام میده. مثل سایر موارد دیگه همه افراد باید با دقت گوش بکنن به قیدوشی که بزرگتر خانواده میگه، کلمه به کلمه دیگه بارکو بارو شما جواب میدیم، فقط آمن جواب میدیم. خب مراسم قیدوش هم که برپری اگفن هست و بعد مقدسی سایر و عزمانی و نهایتا شهیانو گفته میشه. مواردی که اگه شبیه یه شبات واقع شده باشه، براخای مورهایش و عبداله هم در اونجا اضافه میشه. این بحث طولانی ادامه داره که وزرشه فرصت بعدی خدمت رو میکیم.